این همین پسر کیه و باباش چی کار است؟ هر روز با سلام و صلوات ماشین میاد میبردش، نکنه مامان جونش میترسه یه وقت مردم چشش بزنن. خب کاری نداره، یه نفر قربونی به گردنش رو دون کنن. الان تعطوی قضیه رو در میارم، سب کنیم. میتونم یه سوالی ازتون بکنم؟ یه سوال؟ خواهش میکنم، یه سوال که قابلی نداره. شما میتونین 100 تا 200 تا اصلا 1000 تا سوال بکنین. 20 سالیه، اگه جواب دادم چی به این جایزه میدین؟ میخواستم ازتون ببینم این آقای حمید که شما هر روز میان با ماشین میبرینش پسر کیه؟ باباش چی کاره؟ کی؟ حمید؟ آها، حمید خان پسر آقای عقیلیه، صاحب کارخانجات گونی بافی. متشکرم. پس پارچه لباسه سرکار مفته. نفهمیدم چی شد؟ سلام آرمان. سلام، درواز کن، بفرمید کن. چه افرادی؟ گاراژ برم بردم. عوض کردم سر به سر این آقا پسر بذارم. بیایی بچه ها، من کار دارم. نگاه کن ببین چی کار کرد. خانم جون، ماشین به این گندگی رو ندیدین؟ اوه خب حالا مگه چی شده؟ چی شده؟ دیگه میخواستی چی بشه؟ اتومبیل نو رو کردی سکه یه پور. گمون نمی کنم، فقط یه کمی سپرت فرو رفته. کجای سپرم فرو رفته؟ دختم ای تو خور شدی؟ جواب صاحب شدم. خیلی خوب، اتفاق بود باید میافتاد دیگه. خب حالا حضرت آقا دستور میدن من چی کار کنم؟ هیچی، از جیب مبارکتون 1000 چوب خسارت ماشین رو میدین و تشریف میبرین. چی؟ گفتی 1000 تومن؟ مگه چی شده؟ مثل اینکه نوبرش رو ببین. خانم جو، من حوصله یکی بده ندارم، یا خسارت بده یا شکایت بشه. من الان پول همرام ندارم، این کارتو بگیرین بعدن بیاین منزلم تا بهتون بگم. چی داری میگی خانوم؟ این کارتا رو تروس صد تا شه سه صبح چاپ میکنم. نه آبجی، من روزه شک داده میگیرم. بگی میرم. بسیار خوب، من قبولشون دارم. بفرمایید. خواهش. چی رو بفرمایید؟ باید خانم 1000 رو رد کنید. بله تقیبی تقیب. خواهش میکنم، بفرمایید. متشکرم. متشکری. بیبریم بابا. نگاهش رو دنده رو نمیتونه چاخ کنه. تو هم دست کمی از اون نده. این چیه؟ نمره ماشین دختره افتاده اینجا. بعد نشد به جای 1000 تومن خسارت یه چی حلبی گیر بود. اصلا میدونی چیه؟ تقصیر من که ماشین اربابمو برمیدارم و زهرا میام دنباله تا به هم کلاسیات تو دانشکده پوز بدی جلو را صرف کنده نباشی. من هیچ وقت اینو از تو نخواستم، همیشه خودت خواستی، خودت اصرار داشتی که بیای دنبالم. دیگه هم پرحرفی نکن، حساب کار دارم من برسون گاراژ. تو این دستم که نمک نداره. خوبه دیگه، بس به اخماتو واکن تقیی. حالا به این ارباب بدالو چه جوابی بدن؟ میترسم بالاخره با این دسته گله که تو آبیدی ها یه تیپا بزنن. خب تیپا که عیبی نداره، یه سرجا اوله. چی؟ بازم بیام دم دست تو گاراژ کار کنم؟ خب بهاره من چه داره؟ آرستی گوش کن چی بگم تقیی. کارت که تموم شده برگرد بی گاراژ با هم دیگه نهار بخوریم. ننم قرار امروز برامون شامی کباب بخوریم. خیلی خواب قربون ننت بریم. نه دیرش کن برو. سلام.
حمید آقا سلام علیکم. سلام آقا رضا، حال شما؟ حمید آقا قرار نبود تو امروز ویزا ما رو تموم کنی، تازه میرم کلیس کاریش رو زمین. تو نمیری، این چند روزه خیلی سرم شروع بود، بهت قول میدم فردا زور آتیش کنم و تحویلت بدم. برو خیال راحت بشه، دستم بذار، برو برو. چشنو کرتا این مکی کجاست؟ یه ساعت نیمه یه دست به کمر باشیدم نیم. سلام، تعلیم هست کردم. بی خود کردی هست کردی. آخه حالا وقت اومدنه؟ نیم ساعته که من سر پله دست به کمر باشیدم. درست قربان، ولی به سر مبارک تو از بس خیابونا شلوغه به 20 تا چراغ قرمز خورد. خوبه، خوبه بس دیگه. بگو از بس تو خیابونا پرسه زدم و چشم کرونی کردم. زن منا رو دیگه زدم. گروه منو چشم کروری؟ خدا رو شکر هر وصله به من میچسبه، اما این یکی نمیچسبه. تو ببینی اصلا محلی حرفا نیستم قربان، من خودم 6 تا زن یه بچه دارم. تقی هیزه معروفه، را بیا بریم کار دارم. چی تیز قربان؟ تیز نه تیز درم گراش قربان. گراش چی بر خونه؟ از عقب یک صدای اومد. قربان ملاحظه فرمودید از عقب زدم به من. چرا تو همیشه از عقب تصادف میکنی؟ خانم حواست کجاست؟ ببین چه به روز ماشین آوردی. به من چطور ترمز کرده؟ پس میفرمایید تو این شهر نباید ترمز کرد، ولی از عقب میزنن به آدم. تقی. بله قربان. ایجوم دیرم شد. الان میام قربان. حالا زودتر تکریم ها روشن کنید بیرم کار دارم. ما اینقدر محکم نخوردیم که سفرتون رو قور کنید. این اولش قور بوده. چی شد؟ حالا دارید تهمت هم میزنید بابا. دهت کن. ببینم بایستا ببینم. اصلا چی تیمو گوی تو؟ تقصیر خودت هست که زدی رو تو. بله. به هیکل گندت نگاه نکنه، فکر کردی با حالو طرفی. الان اینجا درسته صورت میکنه. آقا دونه همه نکش، من تل تا مثل تو رو درسته قورت کنم. بگو میگم چی چی میگه؟ مگه من هست سالوات که قورتم میدی بو قلمو چی تو شد؟ بشکه. حالا بفرمای چقدر باعث بدم که دست از سرمون ورداری؟ چقدر بدی بری؟ باعث بینم صد تومن. صد تومن واسه چی چیش؟ واسه این که گردن ما لفته است. تقی. بله قربان. من از کار زندگی انداختی قربونت برم. اومدم بابا. زود باشی. اجازه بده. بفرم. این که 80 تومن بعد 20 تومن دیگه شد. خب دیگه بقیهشو گذشت بفرم. جون جفت تو نمیشه. این 20 تومن خود خانو با جریبه شد. میبینی دارم از دست تو چی میکشم؟ تو دیگه جون منو به لب رسوند. قربان از بس قور زدید نذاشید خسارتم از یارو بگیرم. آه خسارت سر تو بخوره. یالا زود باش را بیافت تو خونه، مهمون دارم. خیلی خوب خسارت بگیر شده. نفرت گرفت یا نه قربان؟ شما اینطور را بودید تازگی ها خیلی زود عصبانی میشید. قربان خوبه به یه دکتر مراجعه کنید شما. ببینم. بله قربان. این کتاب مال کیه؟ کدوم کتاب قربان؟ اونو میگی؟ بله اینو میگی. مال بنده است قربان. آخه شبا میره مکاوه. چی داری پرت و پلا میگی؟ این کتاب مال دانشگاه. خب درست قربان، منم مکاوه دانشگاه میرم. مکاوه دانشگاه تشکر. بله قربان، شاگرد خوبی هم هست. بله بله اسمالی. تو فکر کردی میتونی سرمان شیره به مولیاره؟ بله قربان. تو روزا با ماشین من مسافر سوار میکنی. حالا فهمیدم. درست من آدم باهوشی هم. چی فرمی قربان؟ مسافر؟ اشتباه میکنی قربان؟ خدا شاهد اشتباه میکنم. اشتباه ها نشونت بدم. نگر دار. چشم قربان. نگر دار. کجا داری میری؟ داری میری تو اتاق؟ خیر قربان، ترمز نمیگیرم. برای این ماشینه داره بود. آیا به خیر بریزه بود؟ راه بودم. چی انتخاب کردم؟ بفرمید قربان. یه خود گازه پلان بری بالا. امروز چندم برجه انده؟ دوازدام برجه قربان. دوازدام. بله قربان. بسیار خوب. بیا اینم حقوق 12 روز بزن به چنگ. مساعده ده از امروز به خدمتت خاتمه داده شد. برو دنبال هیز بازید. برو چرا بزن این داد کشیم. باید ضرر دوستی تو رو تحمل کنم. بابا من چی شده؟ چی میخواستی بشه دیگه؟ اون کتاب لعنتی که تو ماشین جا گذاشتی روزگار من سیاه کرد. گفتی کتاب من؟ آره کتاب سرکار. اما وقتی اون رو صندلی عقب ماشین دید گفت تو با ماشین من مسافر. خلاصه اخراجم کرد. قصدش نخو، آدم بیروزی نمیمونه.
بهت که گفتم تقی جون، آخرش بیای تو همین گاراژ و دست آجید کار میکنی. از چی میترسی پسر؟ آدمایی مثل من تو از گشنگی نمیرن. آره بابا، خدا اون جد آبادتو بیامرزه. تا هم زود برای ما یه معلم میشی و یه مش حرفایی که دو پول سیا نمیارده سر هم بافی و تحویل ما میدی. ما رو باش که افسارم دست چه کسی دادی؟ لعنت بر شیطون. آتقی سلام، حمید کجاست؟ حمید رفت زیر ماشین، دستش راحت شد. چی میگی آتقی؟ میگم حمید کجاست؟ به جون خودم، به جون خودت، به این قبله حمید زیر ماشین. میگی نه؟ نهششون زیر افتاده. اونا هاش نگاش کن. خیر ندیده، تو من ترسوندی. خدا بگم چی کارت کنه. حمید سلام مادر جان، اومدی؟ سلام حمید جون، این آتقی خیر ندیده منو خیلی ترسوند. تاثیر نداره، اون امروز از دست من خیلی دمقه. بذار هرچی دلش میخواد بگی. پسرمو باشه رو برم سر جاش. مگه نهار نمیخوری مادر جون؟ چرا، بذار کارم تموشه میخورم. قربون تو مادر خوب برم، الهی که این قواز من زحمت میکشی. مادر جون قضا رو برم بذار اونجا رو میز. خیلی خوب، برم سراغ شام کباب. شام که آب بخور رو در بچه نکن جنو من دارم بکنم ترشو بلا میگم راستی اون کارت دختره که ازم گرفتی کجاست؟ کارت دختره؟ پیش منه، واسه چی میخوام؟ بدش که من ببرم در خونه شو یه پولی مولی ازش چیخ بزنم. تو این بیکاری اقلا خرج اونو در میگیری. تو هم باید با من بیا، یا البته به اسم پسر ارباب. گوش کن، تو رو جدت ما رو تو درد سر ننداز، از خیرش بگذر. جون تو نمیشه تو این بیکاری هر چی تیغ بزنیم غنیمته. بکن بیا بیا، ولی اینه بدون که من یکی نیست. بازم رو حرف من حرف زدی؟ میگم بیا به اون چشم. همین انگار درست اومدی همینجا. آره مرگ تو خودشه. صداش کن دیگه. ببینم فلانی. فلانی چی؟ بله یه نوچه پا بیا اینجا. گردون نوچه پا برم من، قدم من برکت داره، هر جا پا میذارم بارون نعمت و رحمت میبارد. گوش کن تقیی، سر جدت اینجا دیگه آب روزی نکن. سلام. سلام قدرون، سلام کردنت برم. سلام از بندست، سلام به روی. ببخشین خانم تشریف دارن، منظورم کیمیا خانمه. بله تو سالن هستن، بفرما. برو بریم تو. بریم ببین چی میگه فلانی. یه دقیقه وقت داری با هم صحبت کنیم. میگم اگه امشب بیکار باشی و میبرم سینما یه فیلم عشقی میدن از اون بکش بکش ها. دوست داری؟ ها؟ ببین چی میگم، حالا کجا داری بیری؟ کار دارم، باید برم تو آشپزخونه. فرمایش بود که من میمیرم برای آشپزخونه. سر صدا نکردم چون شما رو با یه شور و هیجان مخصوصی مشغول پیانو زدن دیدم. خیلی متشکرم. چرا نمیفرمایین؟ مرسی. میدونین راستش اومدم. راستی اومدین خسارت اتومبیلتون رو بگیرین؟ نه فکر نمی‌کنین که شاید برای موضوع دیگه اومده باشم. من نمی کجا رفتین پسرت مطلقی کجا؟ میگم راستی، راستی شما جدا خیلی قشنگ پیانو میزنید. انگشتای شما روی کلیدای پیانو واقعا اعجاز میکنه. البته منم گاهی اوقات توی دانشگاه پیانو میزنم، ولی شما محشر کردید. متشکرم، مرسی. راستی ببینم شما دانشجوی دانشگاه فنی هستید؟ فنی؟ بله بله درسته. این لعنتی چه به موقع رسیدین؟ من توی مسئله ریاضی گیر کردم، میتونم ازتون خواهش کنم اونو برام حل کنی؟ او البته با کمال میل. کم از سرم اینه هارش اینجا گوشتین این لا بایی تو چونه من بایی تو آخه تو که من از نفس انداخت. سلام، اینجا چه خبره آقا؟ عروسی ملا قنبره آقا. سردار نمیرم. اینجا
که چی میخواید؟ این جوانی که میبینی اومده خسارت ماشینشو از دختر سرکار بگیره. بفرماینم نمره ماشین دختر خانومتونه. نمرهشو برداشتن. خود کیمیا کجاست؟ بیا ببینم چه خبره. بریم ببینیم چه خبره. لقمه قلومبتو برن. باریکله عالی بود. شما جواب مسئله رو کاملا درست دادید. من یک ساعت داشتم فکر میکردم آخرشم نتونستم حل کنم. سلام بابا. سلام ماما. سلام. سلام. با حمید خان آشنا بشین. ایشون دانشجوی دانشکده ما هستن. در ضمن صاحب همون اتومبیلی هم هستن که من باهاش تماس گرفتم. بس میگه که چی کارم؟ بندر به جا نمیارید؟ شوفر آقا هستن. راست میگه راننده یه حمید خان. بله. هوشنگ یه دقیقه بیا تو سالن بالا. بابا مدیر خانم جان. آروم بگی تقی. خب بالاخره چقدر معین کردی که ما بهشون خسارت بدیم دخترم؟ والا من باید عرض کنم که ما در حقیقت برای گرفتن خسارت اینجا نیومدیم. پس واسه چی اومدیم اینجا؟ منظورتون رو نمیفهمم. والا چیز مهمی چرا مهم نیست؟ هزار تومن خسارتی. میدونین ما بعد از تصادف متوجه شدیم که نمره ماشین کیمیا خانم افتاده. این بود که خدمت رسیدیم که اونو بهتون پس دیگه همچی بزنم پس گردنش. هزار تومن خسارت پیش بگیری. من ادب و آقا منشی شما رو جدا تحسین میکنم. چی رو تحسین میکنی؟ هزار تومن خسارت رد کن بیاد ده میخواد تحسین کن. این جریان خودش باعث شد که ما با هم آشنا بشیم. اینو به فال نیکی میگیرم. فال میگیری؟ داری هزار تومن به باد میدی که یه فال بگیری؟ آخه بزن من تو فال گیری. اون آقا میخواد یه حرفی بزنی. نه دارم تشکر میکننش. من تشکر میکنم. نمیذاری چاک لحنم بسته باشه. چی تشکر کرد؟ خسارت چی میشه؟ مثل اینکه راجب خسارت حرف میزنه. بله باز اومد تو حرف. بله یعنی منظور ایشون اینه که به ماشین ما هیچ خسارتی وارد نشده. ناراحت نباشی. آقا اجازه بدیم من بیرو درواسی بگم که بله باید بیرو درواسی خدمتتون عرض میکنم که شما از بابت ماشین هیچ نگران نباشید. بابا جون حمید خان از شاگردای زرنگ ریاضی هستن. یه مسئله سختی ریاضی من حل کردن. خوب کیمیا تو درس ریاضی خیلی ضعیفه. خیلی خوب میشد اگه شما در اوقات بیکاری به اون کمک میکنید. با کمال میل. دست خوش اومدیم. خسارت بگیرم یه چیزیم بده کار شد. میدونین من سعی میکنم قبل از شروع امتحانات با کیمیا خانم یه خود درس‌ها رو مرور کنیم. پس اجازه بدید بنده برم تو حیات درسامو مرور کنم و برگردم. اینجا قبلا در این مورد از شما تشکر میکنم. امیدوارم جبران خوب کنم. خواهش میکنم. شما خیلی لطف دارین آقا. خب با اجازه. پس خسارت چی شد؟ آتقی خداحافظی میکنم. خداحافظ شما. خدا بتا. خیلی متشکرم. خدا حافظ. خدا نگهدار. جون دیگه جواب. بیا. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. برو جان چی داره بودی؟ معلوم میشه پسر از خانواده محترم. ببینم پسر. مگه تو دیوونه شدی؟ چرا نذاشی هزار تومن خسارتمو بگیرم؟ بیا بریم حرفشم نزن. پس آقا توی خونه گلوشو به سلابه خورده. تو که خسارتتو بخشیدی ولی من خسارتمو نمیبخشم. حالا تموم شد. خب بیه جلو تا بده من. بدای نگاهت که مستم کن.
چشم جادوی تو جاست جو کرده قشنگش نباید تا این حد با این پسر بی‌پروا رفت آمد کنی. من از نصیحت هیچ خوشم نمیاد. به قیمم احتیاج ندارم. با میگفتی تو نمیری اینی که دارم میگم این حقیقته. موتور یارو رو پیاده کردیم، میلنگش تراشیدی، سوپاپاش آب بندی کردیم، دست کرده 5 تومن آرام. تو جای من بودی چی بشون؟ حالا موقعش بریم بینم چی کار شد. تو آینه نگاه کردی؟ آره قربونت برم، من هر روز که خودم رو تو آینه نگاه میکنم و به خودم میگم فتبارک الله احسن الخالقین. ببینم آقای خالقین با زن مردم چی کار داری؟ نفهمیدم سرکار داروغه محلی یا باجگیر این راسته؟ من شوهرشم. حالا فهمیدی؟ بله. اصلی چی کار هست؟ منم به سرخانه دایشم. منم دایشکم. خب پس چطور منو نمیشناسی؟ پس چی بشناسیم؟ آخه منم میگی نه از خودش بپرس. جون من بگو. افهم بگو. افهم بگو. بریم بیرم کن من امشب همین کلک اینا رو بازده کردیم بریم کلک این دوست بریم
نشد. بگی برو گمشا. ای بی ارزه های تن لش، شما سه نفر نتونستین از پس یکی و نسی آدم بر بیاین؟ این یارو حمید میکانیک بود، مگه میشه باش طرف شد؟ حمید میکانیک؟ چه کاره؟ این کاری که گاره چرتتونه. پس آقا میکانیکه. آتاری خود بینم آچه. بودو حمید قایم که گاه بکنه چه میکنه بیخواد؟ برو اون تو میگم. میگم آتاریه که به موقع خوب. سلام، حالت خوبه؟ خیلی هم متشکرم آقای حمید خان. انتظار نداشتین من اینجا ببینین ها؟ نمیخوام، منظورت چیه؟ چی؟ میخوام بگم اتومبیل آخرین سیستم، راننده شخصی، پدر میلیونیر، چشم‌اندازی خوبیه برای گول زدن یه دختر. ولی تو اشتباه میکنی، باور کن اشتباه میکنی. نتونم، جنابالی اشتباه کردی. من به ثروت و اسم و رسم تو کاری نداشتم، اما اون چیزی که تو رو بی‌ارزش کرد دروغ گفتن تو بود. دروغ گفتن من؟ بله، اگر از اول حقیقت رو به من میگفتی هیچ فرقی برام نداشت که تو کی هستی، ولی الان تو یه دروغگو بیشتر نیستی. گوش کن، تو گوش کن، فخر نداری که عیب نیست. دروغ و نیرنگی که آدم به شکل یه حیوان کثیف در میاری. خدا حافظ آقا پسر میلیونیر. کی بیا هر کاری میخوای بکن، اما اون کسی که به تو دروغ گفت من بودم نه همین. یادت میاد اون به تو گفته باشه پدرش پول داره و از خانواده ثروتمنده؟ حمید هیچ وقت این حرفو به تو نزده. تو داری اشتباه میکنی، خیلی هم اشتباه. برو هوشک. تو کار برات رو باقی فرده باید تحبیل ثابت شدیم فهمیدی؟ برو، لازم به سفارش نیم. زود میرم. تو بیارم بخوری؟ الان حاضر میکنم، کوکو سبزی داری؟ اومدی اینجا چیکار؟ خیال خودت اومدی از من انتقام بگیری؟ آره؟ این حرفو چی حمید؟ انتقام برای چی؟ گوش کن،
من میدونم تو برای چی اومدی تو این خونه. میخوای فقر منو به روخم بکشی، میخوای از این کارت لذت ببری، مگه اینطور نیست؟ نه حمید، به خدا تو اشتباه میکنی. اشتباه میکنی. من اشتباه میکنم. اشتباه منم این بود که با تو آشنا شدم، اما از اول باید میفهمیدم که بین من و تو یه دره خیلی بزرگ وجود داره. ولی من کور بودم، میتونستم این فاصله رو، من پامو از گلیم خودم درازتر کرده بودم. نه اینطور نیست حمید، من تو رو دوست دارم، میتونی بفهمی؟ بله میتونم بفهمم. تو اومدی به زندگی فقیرونه من بخندی، مگه اینطور نیست؟ حالا بخند دیگه. ولی تو یه چیزی رو نفهمی، من هیچ وقت فقرم از کسی پنهون نمی کنم. اینقدر قدرت دارم که بتونم همینجا وایستم و جلوی همه فریاد بکشم آی مردم، من یه جوان بی چیزی هستم، نرم، یه کارگرم. حالا فهمیدی کیمیا خانم؟ من از فقر و نداری خودم هیچ آری ندارم، خونه و زندگی من اینه، مادرم هم اونه، به همین هم افتخار میکنم. من چجوری باید به تو بگم که دوست دارم؟ قسم میخورم حاضرم با تو روی خاک زندگی کنم. به چشمای من نگاه کن حمید، آیا تو نگاه من صداقت و راستی نیست؟ نگاه هم حقیقت قلب منو فاش نمی کنی حمید؟ دیگه خواهش بکنم بیشتر از این رنجم نده. کیمیا راست میگه، یه جوون غریبه ولی فعال و زرنگ بیشتر به درد دخترم کیمیا میخوره، مخصوصا که آتیم داشته باشه. فکر میکنی من خیر و صلاح دخترمو نمیخوام؟ اگه میدونی کیمیا اینجوری خوشبخت میشه من حرفی ندارم. ممنونم ازت، متشکرم مادر، از شما همینطور بابا، از هر دوتون. Thank you.
دارم چی گفتی که گذشت رفت پس فطرت حرف بزن چی گفتی که اونطور ناراحتش کردی هیچی فقط ازش خواستم پدرتو معرفی کنم ولی اون حتی اسمش هم نتونست بگه چی میخوای بگی منظورت از این حرف چیه مادرت در مقابل حرفای هوشنگ سکوت کرد معنی اون سکوت چی میتونه باشه بله حتی اون نتونست مرد مشخصی رو به اسم پدرت معرفی کنه در واقع خودشم نمیدونه پدرت کیه خوب که کثیف نظر توی این مجلس دستم رو تو بلند کنم برای چی اگه کسی نخواد دخترش رو به مردی بده که معلوم نیست پدرش که گناهکاره بس کنین مادر نه عزیزم بس نیست دخترم باید جلوی همچین آدمایی رو گرفت شما دروغ بگید این چه دشمنیه که دارین در حق من میکنید میتونی از مادرت بپرسی تو یه بچه یه نامشروعی بیا برو بیرون خفه شد گوش کن مادر دلم میخواد بعد از سالهای سال تو رو بشناسم به سوالی که ازت میکنم درست جواب بده اگه دروغ بگی میکشمت چی میخوای بدونی؟ راجع به اون حرفایی که اونجا بهت زدن چه جوابی داری بدی؟ به اونا جوابی ندادی اما اینجا مجبوری جواب بدی من بیشتر از این دیگه نمیتونم تو شک و بدگمانی روحمو عذاب بدم یالا بگو مادر بگو من کیم؟ از کجا اومدم؟ آیا پدر من یعنی اون مردی که تو همیشه به من پدر معرفیش کردی تو رو فریب داده آره؟ حرف بزن حرف بزن مادر با تو هم جواب بده آره پدر تو منو فریب داد ولی بسه دیگه دهنتو ببن تو 20 ساله که داری من رو گول میزنی میگی پدرم مرده شب تو رو شناختم یا بهتر اینه که بگم خودم رو شناختم همین رفتم خونه دنبال داودی تو چت شده چرا داری بی خود و بی جد زندگی تو سیاه کنی مادر دل واپسه خواهش میکنم دیگه اسم اونو به زبون نیار من دیگه نمیتونم تو این شهر سر کنم تخی میخوام از این شهر برم بری کجا بری میرم تهران تا اونجا گمنام و تنها این زندگی لعنتی رو بگذرم حمید این چه فکری که به کلت یه کمی عاقل باش بسر نه دیگه من تصمیم خودم رو گرفتم تایی امروز این شهر رو با تمام آدماش برای همیشه ترک میکنم آره تایی دیگه همه چیز تموم شد تو منو میبخشیدم خب اگه قرار باشه تو از این شهر بری بدون که منم دنبال سرتم هر جا بری باهات میام منم که اینجا کاری ندارم میریم جفتمون تهران شاید یه کاری پیدا کردیم چطوره؟ فکر کردن که کار درست نمیشه این شیکم صاحب مرده داره آهنگ یار مبارک باداره میزنه بریم یه چیزی بخوریم من اشتها ندارم
مگه میخوای از گشتگی خودتو نفله کنی بچه؟ تو از دیروز سالا لب به غذا نزدی؟ بیا بریم کافه یه چیزی بخوریم، یه عرقی بزنیم و یه لبی تر کنیم. خب روشن شدی؟ بازم بگو آتقی بد آدمیه. چیه پسر؟ بازم که سگرما تو همه؟ برو خونه. من از اینجا نمیرم، نمیرم. تا تکلیفم رو یه سره نکنی نمیرم. آخه مگه من زن تو نیستم؟ مگه این بچه ای تو نیست؟ از کی باید خرجی ما رو بده؟ گفتم برو خونه، باید بیام با تو حرف بزنم. عجب نامردی. برم خونه چیکار؟ خونه که بابای بچم پا توش نمیذاره، اون دیگه خونه نیست. ای از خدا بی خبر. آخه چرا اون پولی رو که باید خرج زن و بچت بکنی میاری تو این کافه و خرج اینجور زنا میکنی؟ چرا؟ چرا؟ بیام برو خونه. بیام تکلیفم رو روشن کنم. دهنتو ببند. دهنمو نمیبندم. آخه یه نگاهی به بچه‌ات بکن، یه جفت کفش پاش نیست، پیرهن نداره، دو روز معطل پول نسخه دکترشم. آخه مگه این بچه ای تو نیست؟ من گم شو، اون یه حروم زاده هست، حروم زاد. نه بچه من نیست، من اونو نمیشتم. حروم زاده هست، حروم زاده هست، حروم زاده خب ادامه بدین. بله آقای قاضی، من میخواستم اونو بکشم، میخواستم خفش کنم. اون مرد مستحق مرگه. اگه کسی مانم نمیشد اینقدر گلوش رو فشار خاموش بشه. خب برای چی؟ اون که به شما حرفی نزده بود. وقتی به اون بچه بیگناه گفت حرام زاده، من دیگه هیچی نفهمیدم. خب شما نمیدونین معنی این کلمه چیه، نمیدونین پشت این اسمی که روی آدم میذارن چه شکنجه و عذابی خوابیده. من زاییده لذت شیطونی یک مرد پس فطرتی مثل اون مرد هستم. به بچهش میگفت حرومزاده. من بهش بچه معصوم نگاه میکردم، انگار تمام درها روش بسته شده بود، مثل اینکه فریاد میزد نه نه. به من این وصله نچسبونید، زندگیم از هم میپاشه، بیکار میشم، درسم ناتموم میمونه، بدبخت میشم. دیگه نفهمیدم چی شد. فکر میکردم گلوی پدرم و تو پنجه های خودم گرفتم و میخوام بکشمش. ببینم آقای حمید، شما اهل کجایین؟ من در مشهد به دنیا آمدم، ولی در اصفهان بزرگ شدم. به هر حال شما جرمی مرتکب شدین و مردی رو در کافه مضروب کردین. پزشک قانونی برای شخص مضروب 10 روز معالجه تعیین. اینجا دادگاه جنحه طبق قانون شما رو محکوم به 2 ماه حبس قابل خرید. آقا این پیرمرد رو ببرین سرچشم. خانم جون تابلو رو ملاحظه بفرمایید، خارج از سرویسه. پس چه؟ فکر میکردم شما خودتون میخواید سرچشم، واسه اینکه من واسه خانوما احترام مخصوصی خواهم. اما هیدر پس تو بایدتا با یه تاکسی دیگه بیام من میشم. چشم خانم. آره اونو با تاکسی بار بفرزی بره. بفرمی بره. یه خودی بین گراتر اون دلقه میترسم بیام. یه تاکسی خالی تو این شهر. خدایا تاکسی 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 نگردار. خوش بری خانم. ما بیریم 400 دستگاه. خود 400 دستگاه میخوره؟ بله میخوره. بفرمید بالا. سلوش حالا دور میذارم خانم. تاکسی میگرده. کجا میری خانم؟ راهم میرم آقا. میخوره؟ میخوره. بپرید بالا. تاکسی کجا هست؟ بله میرم. میخوره؟ البته که میخوره. بپرید بالا خانم. میزمه میخوره. برتر میشه. خب پس اول میری پس خانه. پولیس گوش کنید خانوما، اگه پولیس خواهد جریمم کنه میگم شما فامیل من هستی، داری میریم عروسی خوشی دستو باشیم.
آتش خور با طلا. ببینم این تاکسیه یا اتوبوسه؟ یا پایین چش خوب لطفا خانم ها بفرمید پایین. جناب سرواه اینا همه فامیلای خود من هستن، میریم اینجا عروسی؟ چرا وقتی بهت ایستادم مرتب دور میزدی؟ آخه این فرمون صاحب برده قرب شده صبح تالا مثل فرفره دور خودش داری میچرخه. این کلاف ها دیگه قدیمی شده. یا بایی نمیتو بدبینم این چشم. آخه چه هوایی، آخرش نفهمیدیم زندونی باره کی خرید سر چه تو؟ دیدی چی به تو گفتن بیه بیرون؟ خودت من آوردی بیرون؟ یا نه راستسی خودمونیم تو چریختی از زندون خلاص شدی. من که هیچ خوشن نایم. یالا برو تو واسه چی مزخرف میگی تو؟ تو ببری اگه بذارم من باید بیام پشت میله های زندون ملاقاتت. هفت تومن و پنج دارم پولی میبه داره من کشیه. مگه دیوونه شدی؟ وایسا بینم تو پول ندی حبسی منو بخری؟ من پولم کجا بود؟ من امروز فقط دور کمکی کار کردم. اصلا تو دو ماه محکوم شده بودی، کی گفت سر دو روزه بیایی؟ ها؟ عجیبه با خودم هم نمیدونم، اگه تو زندونی من نخریدی پس کی این کارو کرده؟ یه آشنا شما. سلام، حالتون خوبه؟ شما قاضی؟ قاضی و یه همچی بازی؟ چه عیبی داره؟ مگه قاضی احساس نداره؟ مگه قاضی نمیتونه به کسی محبت بکنه؟ آخه خود شما پریروز محکومش کردی؟ من خود شما زندونی من خریدی؟ من که سردر نمیارم. والا منم هیچ سردر نمیارم. میدونین وظیفه اداری من چیز دیگریه و احساس شخصی من چیز دیگه. والا چطوری بگم، من فکر میکنم شما یک جوان پاکی هستین که دارین بی جهت فدای یه مشت خیالهای واهی میشین. والا راست به همین خاطر وجدانم به من حکم کرد که به کمکت بیام. گوش کنین آقای قاضی، اولا خیلی ازتون ممنونم که منو آزاد کردین، ولی من نمیخوام زیر بار منت شما با حرفامو رو بزنم. آها حالا این شد یه چیزی، این خیلی خوب شد. ببین اصرار دیگه بیش از این جایز نیست، همین قبول کن دو تو میشینید اختلاط میشم یه لنگه جوجه کارش میکنم. بارها قتلی اتفاق افتاده که بعدن معلوم شده انگیزه اون فقط یک اشتباه بوده. ببخشین آقای شعب، میتونم ازتون بپرسم علت این همه محبتی که شما نسبت به من میکنین چیه؟ بابا شما چقدر حرف میزنی، یه چیزی بخورین، این جوجه عدن افتاد. متشکرم، شما مشغول من بزن. مشغولم. شما خاطره ی زندگی گذشته منو در من زنده میکنین. من بچه‌مو در طفولیت از دست دادم، اون اگه الان بود درست هم سن و سال شما بود. دیگه قرار نشد از غم و غصه حرف بزنید بابا، بذارین یه لنگ جوجه سی و ساله من گلوم ها بره پایین. نه منظورم این نبود که شما رو ناراحت کرده باشم، به هر حال من میخوام مثل یک پدر تو زندگی بهتون کمک کنم. این موضوع احساس منو ارضا میکنه. از محبت شما خیلی سپاسگزارم، ولی من هدف دیگه ای دارم. من تا اون پدر پس فطرتم رو پیدا نکنم و حقش رو کف دستش نذارم نمیتونم آروم بگیرم. این کار آسونی نیست پسرم. از اون گذشته تو اگه اونو ببینی چجوری میشناسیش؟ بهتر نبود که مادرت هم همراهت میآوردی؟ ولی مادرم الان اینجا نیست، اصفهانه. آه چه پیش آمده خوبی، من فردا برای انجام کاری باید برم به اصفهان، اگه موافق باشی تو هم میتونی همراه من بیای و به اتفاق بریم پیش مادرت. شما آقای شهاب، شما واقعا آدم مهربونی هستی. شاید موفق شدم از مادر تحقیقاتی بکنم و حقایق رو روشن کنم. تغییرم میبری؟ بنده که نمیتونم. بنده معذرت میخوام، تاکسی رو باید برم تحویل بگیرم و شب دخل پس بدم. در زمین گرفتاری خصوصی هم دارم که باید بهش برسم. آره خواهش میکنم بفرمایید. مرسی. بفرمایید.
بفرمید. شما برین جلو، من دنبالتون میام. ببخشید. خونتون جای خوبیه ها. متشکرم. میدونی مادرم از دیدن شما حتما خیلی خوشحال میشه. الان بهش میگم که شما چقدر نسبت به من محبت کردین آقای شام. مادر کجایی؟ مادرم کجاست؟ چرا اساسو جمع کرده؟ اتفاقی افتاده؟ مادرم طوری شده؟ خانم بزرگ مگه اتفاقی افتاده؟ حرف بزن. اون مرده. آخه تو که از اون بالا همه چیزو میبینی، تو که کارت عدالت کردنه، چطور این ظلم بزرگ به درهند من کردی؟ چطور میذاری اون پس فترت که مادر منو فریب داد و ما رو به این روز انداخت راحت بزیدی کنی؟ اما نه، من خودم انتقامم ازش میگیرم، خودم اون نامرد پیداش میکنم و با همین دستم میکشمش. آره مادرش، قسم میخورم که بالاخره انتقام تو رو ازش میگیرم. با مادرشون بازار حلقه نامزدی و لباس عروسی و اینجور چیزا بخرن. نماتر بی خودی پولاتونو دور نه. سوسان تو یه چیزی بهش بگو. از قول من بهش تبریک بگو. بگو همین برای تو قلبن آرزوی خوشبختی میکنه. ببخشین آقای حمید خان، شما الان کجا هستین؟ من الان دارم میرم تهران برای همیشه. خداحافظ. خداحافظ. به سلامت. ایوا کیمیا خانم، شما اومدی؟ آره. مگه چه اتفاقی افتادی؟ خانم جون، الان حمید خان تلفن کرد، شما رو میخواست. من نمیدونستم که شما برگشت. من موضوع عروسی شما رو با هوشنگ خان بهش گفتم، اونم گفت که بهتون تبریک بگم. گفت قلبم برای شما آرزوی خوشبختی. نگفت الان کجا؟ نه خیر خانم، نگفت. گفت داره برای همیشه میره تهران، فقط همین. خودتو ناراحت نکن، سعی کن فراموشش کن. اون دیگه رفت. منم میرم دنبالش.
اومدی؟ بگی بشین. ممنونم شیرین جون. خب تعریف کن چطور شد اومدی تهران؟ جریانش مفصله، نمیدونم از کجا برات بگم. نکنه بیخبر اومدی؟ پدر مادرت میدونه؟ وقتی میمدم براشون نامه نوشتم، الان دیگه همه چیزو فهمیدم. آخه چرا؟ داستانش خیلی مفصله، باید برات تعریف کنم. یه وقت که فرصت شد همه چیزو برات میگم. خب به هر حال خوشحالم که میبینمت. خوب کردی اومدی پیش من. حتما خسته ای، با یه چای داغ موافقی؟ آره عزیزم. عزیزم بالاخره پیداش میکنی. راستی بهت مژده بدم، کارت تو بیمارستان درست شد. راست میگی؟ قربونت برم شیرین جون. خواهش میکنم پاشو بریم پیش دکتر احمدی رئیس بیمارستان، تو رو بهش معرفی کنم. آچه بابا، تو ما رو کشتی از بس فکر کردی. به خدای بازم قیافه بگیرم چی میزنم دک و دنده. آخه چه مرگته؟ نهارشان به این خوبی، خونه به این راحتی، دیگه چی میخواد؟ نوکر دست به سینه واسه تو، کلفت دست به سینه واسه من، دیگه مرگ بخوای برو گاراژ. از وقتی اومدیم تو این خونه موندیم یه درد دیگه رو درهای من اضافه شد. آخه چه دردی؟ ها؟ محبت های بیدریق اون منو پاک شرمنده کرده. میدونی چی آتقی؟ من نمیتونم یه آدم مفخور باشم. ای بابا این چه حرفیه؟ مگه یادت رفته او خودش خواست ما بیایم اینجا؟ منگه تو داری اینجا کار میکنی؟ بله، منشی آقای شهاب. ولی اون مخصوصا این کار ساده رو به من محول کردی که کمکی کرده باشه. چه دنیایی، یکی مثل آقای شهاب ندیده و نشناخته با آدم این همه محبت میکنه، یکی هم مثل اون پدر از خدا بی خبر منه که باعث در به دری ما میشه. عشق من میبینی؟ این رفیق ما عقلش داره پاره سنگ بر میداره. تو یه چیزی بهش بگو. پس حالا یه چیزی به من بگو. نمیگم. خلاصه من نمیدونم تاکسی مردم دستم باید دارم دخ جور کنم. خودت فکراتو بکن.
حرف بزن. ازت پرسیدم آقای شاهبران کجاست؟ گفت میره برای افتتاح آسایشگاه زنان. آسایشگاه زنان؟ ببخشید آقای شاهب اینجاست؟ بله بفرمایید تو. متشکرم خانم ها و آقایون. من زیاد وقت شما رو نمیگیرم و مستقیما به اصل مطلب میپردازم. یادم میاد درست 22 سال پیش بود که من در اثر یک اتفاق عزیزترین کسان خودم را از دست دادم. اون همسر با وفای من بود. بله تأسیس این آسایشگاه و اون چه انگیزه من در این کار بود به خاطر اونه. خدای بزرگ خودش شاهده. تو دروغ میگی؟ چرا اسم خدا رو بدنم میکنی پیر مرد حق باز؟ به حرفاش گوش نکنی مردم. هرچی اون میگه دروغه، تظاهره، فریبه. میخواد به این وسیله گذشته کثیف خودش رو پرده پوشی کنه. کارش نداشته باشین. بذارین هرچی دلش میخواد بگه. شما که میدونین اون کیه. راست میگه. شما نمیدونین من کیم. من قربونی هوسهای شیطونی این مردم. من داغ ننگ اینجا دارم که اون باعثش بوده. داغ ننگ حرومزار من شناختی. گوش کن پسرم. به من نگفرم تو پدر من نیستی. کسی که قلب و روح یک زن رو زیر پا میگذره و اون فریب میده آیا لایق نام پدری هست؟ ببینم مردی که زن و بچه بیگناهش تو این دنیا تک و تنها میگذره و فرار میکنه حق داره به خودش نام پدری بده؟ نه نه، تو یک موجود گناهکاری. اشتباه میکنی. من اگه گناهکار بودم تو رو اینقدر به خودم نزدیک نمیکردم. من به تو حق میدم که تا این حد به من بدبین باشی. شماها تو این 22 سال خیلی ناراحتی کشیدین. حق داری. فقط ناراحتی؟ تو به یک عمر فقر رو در بدری میگی ناراحتی؟ تو نمیدونی چه لطمه ای به ما زدی. بذار منم حرف بزنم. من مادرتو فریب ندادم و تو هم فرزند شرعی و قانونی من هستی. فقط تصادف ما رو از هم جدا کرد. تو داری از ترس مقام و شهرت این حرفا رو میزنی. من از هیچ چیز ترسی ندارم پسرم. حالا حقیقتو برات میگم. 22 سال قبل من بدون اجازه پدرم و پنهون از اون با مادرت ازدواج کردم. بعد از یک سال خدا تو رو به ما عطا کرد و دیگه هیچ کم و کسری نداشتیم. اما بالاخره پدر سختگیر من تمام قضایا رو فهمید و با نیرنگ منو برای ادامه تحصیل به آمریکا فرستاد. هر ماه برای شما پول و نامه میفرستادم. ولی بعدن فهمیدم که اون نامه ها هیچ وقت به دست مادرت نرسیده. در واقع ناامید شده و به شهر دیگه ای رفته بود. داشتم براتون تعریف میکردم که انگیزه من در ساختن این آسایشگاه چی بوده. این انگیزه فقط یک آدم مورد علاقه منه و الان که اون در این دنیا و در بین ما نیست به خاطر شادی روح او این بنا به وجود اومده. حالا شما اونو میشناسید. زبونت بشنفه. گریه نکن آرچی، خدا بزرگه. من الان میرم بیرون، بازم این ور اون ور میگردم شاید پیداش کنم. بالاخره هرچی باشه حمید خان به گردن ما خیلی حق داره. از اون گذشته ما الان چند سال با هم رفیقیم. خب خدا نگهدار. خدا نگهدار. بس مادر جون، یک ماه تو این خونه خواب و خوراکت شده گریه. آره میدونم، برای شما هم جز ناراحتی و دردسر چیزی نداشتم. به خدا من از روی شما زن و شوهر خجالت میکشم. این چه حرفیه مادر؟ ما که کاری برای تو نکردیم. چرا؟ شوهرت جون منو نجات داده. وقتی اتوبوس ما افتاد تو رودخونه ما رو داشت آب میبرد. اگه آقا رضا سر نمیرسید من الان مرده بودم. مادر جون این خواست خدا بود که تو زنده بمونی و پسرتو ببینی. ای بابا پروردگارا تو خودت حلال مشکلاتی. من به تو پناه آوردم. آه.
داغ دیده یه مادر رحم کن، پسرمو پیدا کن، من از تو پسرمو میخوام، پسرمو میخوام. باشو آقی، خبر خوب برات دارم، گریه نکن، پسرت پیدا شده. حمید من پیدا شد؟ ای امام زاده، تو مراد منو دادی، تو پسر منو پیدا کردی، به درگاهت 100,000 مرتبه شکر. آقا رضا، حمید کجاست؟ پسرم کجاست؟ والا آمجی، میگن تو زندان قصره. چی؟ زندان قصر؟ پسرت مرخص شده مادر، خیلی وقته، یه نفر زندونیشو خرید و آزادش کرد. آزاد شده؟ خب شما نمیدونید کجا رفته؟ نه مادر، فقط ما آدرس زندونیشو خریده داریم. این هاشش، ممکنه اون بتونه کمک کنه تا پسرتو پیدا کنه. خیابان تاج شماره 38 بفرمایید. خدا عمرت بده. همینجاست مادر. ممنونم. تلفن بزن و دکتر احمدی رو خبر کن. الو خانم، ممکنه لطفا با آقای دکتر احمدی صحبت کنم؟ چی فرمودی؟ بله خواهش میکنم، گوشی حضورتون باشه. آقای دکتر، با شما کار دارم. بله الحمدلله از خطر گذشته، ولی باید اونو به بیمارستان منتقل کنیم. دکتر، من میخوام اون همینجا معالجه بشه، نمیخوام از روی این تخت تکونش بدین. اگه شده تمام بیمارستانم بیارین اینجا، زن من باید همینجا معالجه بشه. بسیار خوب، پس من تلفن میکنم چیزایی رو که لازم داریم بیارن اینجا. خیلی متشکرم. کیمیا جون، ولی ببین کیمیا جون، آدرسو بگی، دکتر گفت فورا بری اونجا. زنگ میزنن. حتما پرستار اومده. من میرم در باز میکنم. فردا آقای دکتر قرار بوده که از دوستان من بیاد اینجا، اما دکتر بخش اونو فرستاد قسمت اورژانس، ناچار من اومدم. اشکالی نداره. خب شما باید چند روز اینجا بمونین. راستی ببینم دستگاه فشارسنج آوردین؟ نه آقای دکتر، کسی. چه اشتباهی، حالا چیکار کنیم؟ این دوا بفرمایید، دیدم دوایی که نوشته بودین. پدرم دارم تا پیداش کردم. تقی جون، گر قربون دستت، باید یه کار دیگه برای من انجام بدی. چشمم چی میخواد؟ همین الان باید بری بیمارستان و اون فشار تنجا بگیری. فوری فشار تنجا بگیری. آره نه، جد خیلی خالی بود. آره میدونم. نه خانم، مادر تو هم خانم خانم ببخشید، من واجب العرضم. بنازم به این اطلاعات داره واسه عشقش قصه موش و گربه تعریف میکنه. حالا فشار سنجا کجا پیداش کنم؟ اینجا که رخکنه، اینجا هم که تزریقات. ببینم آقا این چشه؟ قرار ببینم، خدایا شفاش بده. ببینم خانم جون، شما فشار سنجا میشناسی؟ با سرکار الیاس هم خانم؟ با شما هستم خانم؟ اینم که اتاق نوزاده. بگیرم جونی، شما کارتون کی تموم میشه؟
میخوام بریم دنبال فشار سر. علاج من دورت بگم. یک کاری کن منم اینجا بستری بشم. ببین اتاق ماساژ تو کجا؟ آقا پس با چه خاکی به سرم بریزم؟ شما چطوره میتونه من اینجا بستری کن؟ رفت سلامت کن جونی. ببخشید فشار ساز خدمت شما نیم. ببینم جونی میتونی امشب بیای با هم بریم گرده؟ میریم لغاتش از فشار سنج اونجا باشه، حتما پیداش بکنی. نگاه کنی خالو، همه لال هم که سپردن جواب من نده. چیزه عجیب. سلام از کن. سلام و زهر ما کو در مرد درد بی درمون. برو گم شو از جون من. چی میخواد؟ برو گم شو بینم کن. رفت گم شو. برو گم شو.
شاید من به این زودی ها خوب نمی شدم. بله درسته مادر، واقعا با صمیمیت کار میکنه. راستی حمید، تو چرا هیچ بهش توجهی نداری؟ چه توجهی مادر؟ من که به اندازه کافی بهش احترام میذارم دیگه. منظورم این نیست، تو چرا تا حالا نگاه های اونو حس نکردی؟ چی میگی مادر؟ حقیقتو. البته میدونم که تو هنوز کیمیا رو فراموش نکردی، ولی فایدهش چیه؟ من حس میکنم شیرین واقعا به تو علاقه مند شده. چرا میذاری این محبت از دستت بره؟ چیکار کنم مادر؟ من هیچ وقت نمیتونم کیمیا رو فراموش کنم. گذشته ها رو فراموش کن پسرم. من از تو خواهش میکنم امشب شیرین رو به منزلش برسونی. هم دیر وقته، هم منزلش دوره. خب با من دیگه کاری ندارین، با اجازتون مرخصی. نه متشکرم. نه صبر کنین، من امشب شما رو میرسونم منزل. چه چشمایی قشنگی داره، نگاهش هم قشنگه، ولی چرا به من توجهی نداره؟ شاید سرش جای دیگه گرمه، ولی نه، اینی که من میبینم به هیچ زنی توجه نداره. راستی نکنه از دخترهای لوند و اشبگر خوشش میاد، از اونایی که پاهاشون رو بیرون میده. چوری دوست داری؟ بفرما. خب چطوره؟ اینجوری خوشش میاد؟ اوه چه بد اخلاق. اما نه حواسش داری، چجوری حالش کنم که دوستش دارم؟ آهای یارو، اگه بخوای به من محل نذاری با نخونم چشماتو در میارم، ریز ریزت میکنم. اندامش بد نیست، قشنگه. رو هم رفته دختره تو دل بره. آه راستی این حرفا به من چه مربوطه؟ من هنوز کسی دیگه ای رو دوست دارم. چرا باید کیمیا با یه مرد دیگه ازدواج کنه؟ خب دیگه سرنوشته چه میشه کرد؟ یعنی این میتونه جای کیمیا رو بگیره، میتونه قلب خواهد. جدا نمیدونم با چه زبونی ازتون تشکر کنم، باعث زحمتتون شدم حمید خان. خواهش میکنم، وظیفه من بود. خب یه دقیقه بفرمایین تو. بفرمایین. چرا نمیشینین؟ نه دیگه. آخه خوب نیست تا اینجا اومدین اقلا بیاین توی چایی بخورین. به هر حال خیلی ممنونم که زحمت کشیدین، خیلی ازتون متشکرم. خواهش میکنم، خداحافظ. شما شبتون بخیر. سلام شیرین جون. دیدنی کی بود؟ کی بود؟ همون پسر آقای شهاب. خب نمیدونی چقدر دوستش دارم. حالا فهمیدم ناغلا، انگار پیوندت نگرفت. آره نگرفت. من سمجم انقدر پیوند میذارم تا بگیرم. دهنتونو باز کنیم. شما دیگه حالتون خوب شده؟ این دواهای آخرتونی که میخورین؟ متشکرم شیرین، تو به من خیلی رسیدی. من خوبیای تو رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. تشکر می کنم. خب دیگه برم آمپولتون رو حاضر کنم. ممنونم. سلام مادر جون، حالا چطوره؟ سلام. حالت خوبه؟ خوبم حمید جون، خوبم. راستی راجع
اون موضوع چه تصمیمی گرفتی؟ دعوت کردن شیرین خانوم به شام تو یه رستوران خیلی قشنگ دوتاییتون تنها. چی میگی مادر جون؟ آخه من چطوری برم بهش بگم؟ چه جوری نداره؟ میگی شیرین خانم از شما دعوت میکنم که امشب شامو با هم باشیم، دیگه همه چیز درست میشه، اون وقت هم من هم پدرت به آرزومون میرسیم. خیلی خوب باشه مادر جون، حالا که شما دلتون میخواد حرفی ندارم. خب دیگه با اجازتون باید برم به کارم برسم. برو پسرم. سلام شیرین خانم. سلام. حالتون چطوره؟ متشکرم. چیزه میخوام ازتون دعوت بکنم که امشب شام با هم دیگه بریم بیرون بخوریم، چطوره؟ موافقین؟ مرسی. خیلی خب، پس قرارمون ساعت 8 از همینجا با هم دیگه میریم. خب باشه. کی میاد تلفن؟ الان میام، معذرت میخوام. شیرینه. الو. سلام عزیزم، حالت خوبه؟ خبری شده؟ اونم چه خبری؟ امشب منو به شام دعوت کرده، نمیدونی چقدر خوشحالم. منم همینطور خیلی خوشحالم. گمونم دیگه موفق شدی، امیدوارم هرچه زودتر ازدواج کنی. نمیدونم چطور بشه، به هر حال تو هم باید امشب با ما بیای. آره، بالاخره تو هم باید اونو ببینی. آخه من چرا؟ باشه، سعی میکنم بیا. قول میدم وقتی کارم تموم شد میرم خونه، لباسمو میپوشم، منتظرتون میمونم. خیلی خوب، درست سر ساعت 8:30 لباس پوشیده منتظرتم. قربون تو، خدافیز. دوست دارین کجا بریم شام بخوریم؟ هر جایی که شما بخواید. خیلی خوب. راستی من از دوستم خواهش کردم که بیاد با ما شام بخوره، اشکالی نداره؟ نه چه اشکالی داره، بالاخره این دوست شما رو باید ببینم. بیاین تو. نه دیگه مزاحم نمیشم، برین دوستونو بیارین. آخه این که خیلی بد میشه، خواهش میکنم بیاین تو. باشه باشه. احسارش کردن. خب دیگه چی نوشته؟ آخرش نوشته با تمام قلب و روحم آرزو میکنم امشب به هر دوی شما حسابی خوش بگذره. میتونم یه سوالی ازتون بکنم؟ حتما. با دوستای دخترتون همیشه میایین اینجا؟ نه. جای دیگه میبریشون؟ نه نه. اونا رو هیچ وقت به شام دعوت نمی کنی؟ والا راستش من دوست دختری ندارم که به شام دعوتش کنم. معذرت میخوام. معذرت چرا؟ برای اینکه درباره شما بد قضاوت کردم. ولی من هیچ وقت به شما نگفتم که با دختری آشنا نبودم. پس تو زندگیتون عاشق شدی؟ بله، البته عشق بی سرانجامی بود. یعنی اون اونم شما رو دوست داره؟ نمیدونم، رنج بزرگ زندگیم، کسی رو که دوست دارم روحش مثل دریا میمونه، هرچی جلوتر میرم بیشتر غرق میشه بدون اینکه اون متوجه بشه. خب از خودش بپرس، شاید اون نمیدونه که دوستش داری. خیال نمیکنم عشق احتیاجی به گفت و شنود داشته باشه. من همینطوری که نگاش میکنم بهش میگم
ولی اون بی‌تفاوت همینطوری به من نگاه میکنه. میدونی؟ من بهش میگم که با تمام وجودم دوست دارم. بله بهش میگم که تو عشق و امید من هستی. ولی اون کاش که اون میتونه حرفای دلشو برای تو بگه. هرچند قلبی که مرده دیگه نمیتونه حرف بزنه. چرا؟ اگه قلب عاشق باشه محاله که بمیره. ببین حمید، عشق مثل آتیش میمونه، میتونه زندگی و خونه آدم رو گرم بکنه. آره درسته. حمید بذار حقیقت چهره خودشو نشون بده. قلبتو به روی کسی باز کن که واقعا تو رو میپرسته، با تمام وجودش تو رو دوست داره و عاشق توه. یعنی بازم این امکان برای من حتما هست عزیزم. تو برای من محبوب ترین مرد دنیا هستی. من تو رو میپرستم حمید. تبریک میگم، تبریک. متشکرم، مرسی. متشکرم شیرین جون، بهت مبارکم. متشکرم. انشالله که به پای هم دیر بشیم. همین جون بیا ببوسم. متشکرم مادر. تشکر مادر شد که اینجا نامزدی تو رو دوست دارم. متشکرم. مرسی. متشکرم. نگاه کن ببینم، یه دست بیار جلو، چشم به من. چی میخوای؟ میخوام نامزدت کنم، حلقه واسه خریدم. چشاتو ببر. بیا. سلام. مبارکه، اینشالله که به پای من پیر میشه. ای با این دیگه چیه؟ ببین جونی چی میگم، حلقه بزرگ علامت عشق بزرگه. دوستان عزیزم، من از لطف و محبت همتون ممنونم. من میخوام ازتون خواهش کنم به آهنگ مورد علاقه حمید گوش کنین. این آهنگو حمید قبلا برای من خونده. به افتخار حمید. مرسی، خیلی متشکرم. لبارت خوبی هست.
که میاد. تو چیتی؟ چیزی نشده شیرین، یکمی حالم خوب نیست. نه کیمیا، تو داری یه چیزی از من پنهون میکنی. چی کار داری میکنی کیمیا؟ آخه چرا من نباید از غم تو سر در بیارم؟ حرف بزن کیمیا. من نمیخوام سعادت زندگی شما رو به هم بریزم شیرین. چی میخوای بگی کیمیا؟ من امشب اینجا عشق گم شده یه خودم رو پیدا کردم. فقط همین. عشق گم شده یه خودتو؟ چی فهمیده؟ پس گم شده ای تو حمیده. خدایا چه داستان تلخی. نه، گفتم که من سعادت شما رو به هم نمیرسم. شیرین، بهتر من از اینجا برم. نه، کجا بری؟ شما مال همدیگه هستی. اون کسی که باید از اینجا بره منم کیمیا. نه، گوش کن کیمیا، شاید خود من و حمید با هم آشنا بشیم تا شما همدیگه رو پیدا کنی. چطور بگم؟ میدونی من خیلی خوشحالم که این کارو برای تو کردم. بلند شو کیمیا. حمید منتظرت. من میخوام خودم امشب نامزدیتون رو اعلام کنم. بلند شو کیمیا، ازت خواهش میکنم. بلند شو دیگه. اون دختر کیه؟ این همون کیمیاست که مدت ها حمید در فکرش بود. همه آواره ای از قلب تنگم پا